به نام خدا. سلام به همه بچه های گل فری کلاس، امیدوارم حالتون خوب باشه. محمد حسین اسقرپور هستم. این جلسه با هم میخوایم بریم سراغ درس 2 12 رونویسی و ترجمه و تنظیم بیان ژن و ایشالله با هم بتونیم بررسی بکنیم. اگر براتون سوال شده چرا ما درس 1 الان با هم کار نمی کنیم، به خاطر اینکه آزموناتون الان داره با درس 2 میره جلو. ما هم به خاطر اینکه بتونیم به آزمونا برسیم، بتونیم بسنجیم ببینیم خوب یاد گرفتیم، خوب یاد نگرفتیم، چه اتفاقی داره توی آموزشمون میفته، مجبوریم از روی درس 1 بپریم درس 1 و بعداً به صورت جبرانی لایف یا حالا به صورت ضبط شده براتون توی پنلتون بارگذاری میکنیم. برای اینکه وقتمون هم کمه، قراره 2 تا کلاس 45 دقیقه‌ای داشته باشیم، اگه بشه میخوام یه بخش خیلی زیادی از این 45 دقیقه رو، یه بخش خیلی زیادی از این گفتاره یک درس 2 رو با هم ببریم جلو، دیگه بدون فوت وقت میریم سراغ تدریس. خب کلاسای ما قراره کلاسای تست بیس باشن. یعنی چی؟ یعنی ما اول میشینیم اینجا با هم سوالو میخونیم، میگیم سوال 1 چی خواسته ازمون، به چیا داره اشاره میکنه، بعد میریم تدریس اون بخشی که تستشو خوندیم و با هم انجام میدیم و برمیگردیم تستا رو با هم حل میکنیم. خب بریم سراغ تستا. فقط من اینم بگم قبل از شروع، اگر سوالی داشتید از تدریس، اگر مشکلی داشتید، میتونید پیام بدید از اون دکمه‌ای که پایین سمت راست صفحتون اومده. من اینجا سوالا رو میبینم، سعی میکنم تا حد امکان همه رو جواب بدم. تست 1، چند مورد از موارد زیر در ارتباط با بیماری کم خونی داسی شک صحیح است؟ خب ما درباره کم خونی داسی شک باید برای حل این سوال اطلاعات داشته باشیم. درباره تغییر شکل پرسیده، درباره ژن و پروتئین پرسیده، درباره ماده وراثتی پرسیده، درباره حالت گلبوله قرمز از آن پرسیده. بریم نکات رو بررسی بکنیم روی کتاب. خب اولین نکته‌ای که وجود داره، اصلا شکل گلبوله قرمز چه شکلیه؟ گلبوله قرمز یه حالت گردی داره که از دو طرف انگار فشارش دادن رفته تو. یعنی گلبوله قرمز عادی و نرمال از دو طرفش چیه؟ مقعره، تو رفته. گلبوله قرمز داسی شکل چی؟ شبیه داسته دیگه، یه انحنا داره، یه طرفش مقعره، از اون یکی طرف زده بیرون، محدب شده. اصلا چرا داسی شکل شدن گلبوله؟ چون گلبوله قرمزایی که داسی شکل میشن میتونن برن داخل رگا، اینا یه حالت بادکنکی دارن، یعنی ممکنه تحت فشار قرار بگیرن، باز بشن، کوچیک و بزرگ بشن، ولی اینا وقتی داخل رگا قرار میگیرن میچسبن به هم، چون انحنا دارن میتونن داخل هم فرو برن، یه توده ایجاد بکنن برامون، جلوی جریان خون رو بگیرن و خدای نکرده دچار سکته یا بیماری های دیگه بشه اون فرد. برای همینه که کمخونی داسی شکل برامون خطرناک. خب متن کتاب با هم بخونیم. جریان اطلاعات دریافت. تصویر بالا دو گوچه قرمز را نشان میدهد. گوچه سمت راست مربوط به شخصی است که دچار نوعی بیماری ارثیه. پس ارثیه یعنی اکتسابی نیست، اینکه شما غذا چی میخوری ربطی به گوچه های قرمزتون حداقل در زمینه این بیماری نداره. به نام کمخونی داسی شکل است. علت این بیماری نوعی تغییر ژنی است که باعث میشود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شد که نتیجه آن تغییر شکل گویچه قرمز از حالت گرد به داسیه. یعنی گویچه قرمز سالم چه شکلیه؟ گرد. اون بیماره داسی شکل میشه. این تغییر ژنی بسیار جزئی است و در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته است. حالا چرا یه جفته؟ من اینو بهتون توضیح میدم یه ذره جلوتر. همچنین این بیماری به نوعی رابطه بین ژن و پروتئین را نشان میدهد. آها، یکی از گزینه‌ها همین بود دیگه. این متن کتابه. برای همین میگم متن کتاب و شکلایی که اول فصلاتون میبینید به شدت مهم، طراح راحت میتونه ازشون تست بده بهتون. به نظر شما اطلاعات ژن‌ها چگونه در این یافته‌ها مورد استفاده قرار میگیرد؟ و بعدش هم چند تا سوال پرسیده. خب برای اینکه ما قشنگ بتونیم این بخش رو با هم تموم بکنیم، بیایید با هم بریم سراغ تخته خودم. خب ما میدونیم که گلبول قرمز عادی چی داره؟ گلبول قرمز عادی دو نوع زنجیره پروتئینی داره تو ساختارش و 4 عدد زنجیره پروتئینی داره توی ساختار خودش. یعنی چی؟ یعنی یه گلبول قرمز رو که نگاه بکنیم 4 تا رشته پلی‌پپتیدی کنار هم قرار گرفته. دو تاشون یه شکلن، دو تای دیگه شون یه شکله دیگن. مثلا میان میگن 2 تا آلفا داره، 2 تا بتا داره. نامگذاریش مهم نیست، برای اینکه بهتر بفهمیم من دارم اینجوری میگم. پس گلبول قرمزمون 4 تا زنجیره پلی‌پپتیدی یا پروتئینی داره. پس چه ساختاری از ساختار پروتئینو داره؟ آخرای درس قبل با هم خوندیم، اگه بیشتر از یه زنجیره داشت ساختار 4م پروتئینی رو داره. خب
ما میدونیم ژنا قسمتایی از دی ان ای ان که برامون قراره یه چیزی رو رمز بکنن. حالا اون چیزی که دارن رمز میکنن ممکنه آر ان ای باشه، ممکنه در نهایت اون آر ان ای تبدیل بشه به دی ان ای. درباره این صحبت میکنم، و اصلا اگه الان نمیدونید یا کامل تسلط ندارید روی این مسئله نگران نباشید، اوکیش میکنیم. به هر حال ژنا قراره برامون بعضیاشون در نهایت پروتئین بسازن. هر یه نوع ژنم یه نوع پروتئین داره برامون میسازه دیگه، یه نوع پلی پپتید میسازه. هموگلوبین یه پروتئینی که 4 تا زنجیره پلی پپتیدی داره که دو نوعن. یعنی چی؟ یعنی اون ژنی که اومده آلفا و اینا، این آلفا و این آلفا رو رمز کرده، مثلا بهش میگیم ژن 1، اصلا مهم نیست اسمش، مهم نیست انواعش رو میخوایم بررسی بکنیم. اون ژنی که اومده این دوتا بتا رو بررسی، اون دوتا بتا رو رمز کرده، بهش میگیم ژن 2، اسمش مهم نیست، فقط مهم اینه بدونیم چون دو نوع زنجیره داریم توی این هموگلوبینمون، توی این پروتئینمون، پس دو نوع ژن در ساختار این، در ساخته شدنش دخالت داشتن. خب همونطور که میدونید اون ژنایی که توی گلبول قرمزمون قرار گرفتن ممکنه توی بیماری کمخونی داسی شکل دچار مشکل بشن. الان باید به من گیر بدید بگید اشتباه گفتی. آفرین. چرا؟ چون گلبول قرمز اصلا ژنی نداره که بخواد دچار مشکل بشه. قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما یه تعدادی سلول بنیادی داریم. درباره میلویدی، لنفویدی، بقیه چیزا صحبت کردید شما توی دهم، کاری ندارم. این سلول بنیادیمون قراره بیاد در نهایت برای ما چی بسازه؟ گلبول قرمز بسازه. به این گلبول قرمزی که این آخر داریم میبینیم یه اسم میدن، میگن گلبول قرمز بالغ. گلبول قرمز بالغ یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که گفتیم در حالت عادی گرده توش پر هموگلوبینه و و. قبل از اینکه گلبول قرمز بالغ ساخته بشه یه چیز دیگه داره ساخته میشه، یعنی یه مرحله این وسط خالی داریم. اونجا چیه؟ گلبول قرمز نابالغ داریم اونجا. حالا اینکه این نابالغه تبدیل بشه به این بالغه یه اتفاقاتی رو میخواد که بعد بیفته. برای تبدیل شدن گلبول قرمز نابالغ به بالغ، این گلبول قرمز ما باید بیاد هستش رو از دست بده، بیشتر اندامک هاش هم باید از دست بده. اینها بیشتر اندامک ها، اندامک هاشو از دست میده. یکی از اون اندامک هایی که از دست میده چیه؟ مثلا میتوکندریشو از دست میده. خب ما میدونستیم توی درس یک قاعدتا خوندیم، ما میدونیم که هم توی سلول یوکاریوتی، هم توی هسته ممکنه یه ژن ببینیم، دی ان ای ببینیم و اینا، هم توی میتوکندری ببینیم. حالا اگه مثلا کلروپلاست داشته باشه توی اونم میتونیم ژن و دی ان ای و رونویسی و همانندسازی و اینا رو ببینیم. گلبول قرمز نابالغ ما هم اومده هستشو از دست داده، هم بیشتر اندامکا مثل میتوکندری رو از دست داده. یعنی چی؟ یعنی گلبول قرمز بالغ ما کلن دنا یا دی ان ای نداره، از هیچ نوعیش هم نداره. نه خطی هسته رو داره چون هسته نداره، نه حلقوی میتوکندری رو داره چون میتوکندری کلن نداره. آها خب پس این ژن بیماری که میگیم چیه؟ ژن بیماری برای اینجاست، اینها ژن بیماری. و نه تنها برای اینجاست، برای سلول بنیادی هم است. نه تنها گلبول قرمز نابالغمون ژن بیماری رو داره، سلول بنیادی هم ژن بیماری رو داره. نه تنها این دوتا دارن، سلول پوششیمون هم اینو داره. مثلا نه تنها سلول پوششی هم این ویژگی رو داره، یه سلول دیگه بگید مثلا بافت چربیمون هم این ژن بیماری کمخونی داسی شکل رو داره. چرا؟ چون همشون اگه سلول اولیه‌ای به اسم سلول تخمه وجود اومدن، اینا که دیگه تغییر نداشتن. ولی خود این گلبول قرمزه ژن بیماری رو نداره. چرا؟ چون اصلا ژن نداره که بخواد ژن بیماری رو داشته باشه. پس توی فرایند داسی شکل شدن یک گلبول قرمز یه ژنی دخالت داره، یه ژن هم دخالت داره. تغییری که توی اون ژن هم اتفاق میفته خیلی جزئیه، یه جفت نوکلئوتیده. میگم بهتون چرا بعد از این. اون گلبول قرمز داسی شکل ما، بیایید اینجا، اینها، این گلبول قرمز داسی شکلی که اینجا داریم میبینیم ژن بیمار رو اصلا نداره. گلبول قرمز نابالغ قبلیش که هستشو هنوز از دست نداده بود ژن بیمار رو داره. اگر یه فردی بدنش گلبول قرمز داسی شکل داشته باشه، ما بریم یه سلول پوششه مثلا سطح دهانش رو برداریم، میبینیم اونم ژن بیمار رو داره. سلولای مجاری ادرارش مثلا اون ژن بیمار رو داره. هر سلول هسته داری برداریم توی این فرد اون ژن بیمار رو داره. سلولای بدون هسته مثل گلبول قرمز خب ندارن، سلولای مرده خب اصلا توشون بررسی نمی‌کنن. پس حواستون باشه این گلبول قرمزی که اینجا داریم میبینیم خودش ژن بیمار رو نداره، بقیه سلول های هسته داره بدنمون هستن که داره دارای این ژن هستن. یه چیزی هم حالا جا به جا بهتون میدن،
استفاده کردن از عبارت وجود و بروز رو باید حواستون به تفاوتش باشه. این دو تا با هم فرق داره. ژن بیمار در گلبوله قرمز داسیشیک وجود نداره، ولی ژن بیمار در گلبوله قرمز داسیشیک بروز میکنه. بروز کردن یه ژن توی محصول نهایی اون سلول هاست، مثل همین گلبوله قرمز داسیشیک، ولی وجود داشتنش توی بقیه سلول های هسته داره بدنمون. این از این. برگردیم، من یه نکته بگم بابت اینکه چرا تغییری که داره اتفاق میفته باید یه جفت باشه نه باید یه عدد باشه. ما میدونیم دی ان ای بدنمون، اصلا دی ان ای همه موجودات دورشته ای. این دو تا رشته چی هن؟ مکمل همن، نوکلئوتیداشون مکمل همن، پیوند هیدروژنی دادن. اوکی، من میگم فرض کنید خب مثلا اینجا یه نوکلئوتید آدنین دار داشتیم، روبروش چی قرار میگیره؟ تیمین دار. من میگم بیایم اینا رو مثلا خط بزنیم، اصلا با یه رنگ دیگه مشخص بکنم. من میگم فرض کن یه اتفاقی افتاده که حالا بعدا تو درس 4 بهش میگیم جهش، ولی اصلا اسمش مهمه. این آدنینه اومده تبدیل شده به مثلا سیتوزین. نوکلئوتید آدنین دارمون تبدیل شده به نوکلئوتید سیتوزین دار. بعدن به صورت خودکار میاد این روبروی رو عوض میکنه، میکنه گوانین دار. اصلا نمیتونه عوض نشه، چون اگه عوض نشه پایداری دی ان ای به هم میریزه. برای همین تغییراتی که توی دی ان ای به وجود میاد، اگه از جنس تغییر ژنی اینطوری باشه که ما مثلا بیایم یه نوکلئوتید رو عوض بکنیم، همیشه به صورت دوتا دوتا، به صورت جفتی انجام میشه. تو نمیتونی آدنین تو دست بزنی، نوکلئوتید آدنین دار تو دست بزنی و فکر کنی که مثلا نوکلئوتید تیمین دار تغییر نمیکنه. یه همچین اتفاقی اصلا تو بدن نمیفته، چون پایداری استگی داره. پس استفاده کردن از این عبارت، این که گفته یک جفت، اینجا به شدت مهمه. اگه به جای یه جفت بگه یه عدد، غلط باید بگیری. حواست هست؟ اوکی، بریم سراغ تست. درباره کمخونی داسیشی گفته چند مورد درسته. الف، تغییر شکل گویچه قرمز میتواند نشان دهنده ارتباط بین ژن و پروتئین باشد. خب این کاملا صحیحه، متن کتاب بود، کاری نداریم. ب، ماده وراثتی موجود در گویچه قرمز داسیشی، تا اینو دیدی لطفا بیا غلط بگیر. در گویچه قرمز داسیشک ماده وراثتی وجود نداره اصلا، که حالا بخواد یه چیزی ادامهش رو بخونی نمیشه. در مقایسه با گویچه قرمز سالم تنها در یک جفت نوکلئوتید تفاوت دارد. یعنی بچه هایی که به این نیمه اول گزینه توجه نکردن میتونن درست بگیرن این گزینه رو دیگه. چرا؟ چون اون قسمت بعدش کاملا متن کتابه، ایراد توی اون قسمت اولشه که اصلا ماده وراثتی توی گویچه قرمز نمیبینیم، حالا داسیشک یا عادی فرقی نداره. مورد جی، ژن بیمار در تمامی سلول‌های هسته‌دار فرد حاوی گویچه‌های غیرعادی دیده می‌شد. این کاملاً صحیحه. گفتم هر جا هسته دیدی توش ژن هست. این ژن‌ها همه‌شون از سلول تخم اولیه اومدن، چون سلول تخم اولیه هم میتوز کرده همه این سلول‌ها رو ساخته. قاعدتاً همه‌شون اگر هسته‌دار باشن ژن بیمار رو داره. و اما مورد آخر، در هر دو گویچه سالم و داسیشک قسمت مرکزی گویچه حالتی مهذب دارد، که خب این غلطه. ما می‌دونیم گویچه قرمز سالم قسمت مرکزیش چیه؟ حالت مقعر داره، حالت مهذب نداره. این داسی شکله هم که یه قسمتش مقعره، یه قسمت دیگهش مهذبه. تعداد موارد درست از همون پرسیده، جواب میشه گزینه 2. بریم سراغ سوال بعد. بچه ها ما میخواییم کل این گفتار اول بخش رونویسیش رو با 4 تا تست تقریبا، تست اول که درباره گلبول های قرمز بود رد شد، 4 تا دیگه تست داریم برای جمع کردن رونویسی. اگه به کسی بگید که من میخوام رونویسی رو با 4 تا تست جمع بکنم، ممکنه که بهتون بخندن، ولی ما وقتی تموم بکنیم میبینید که ما بهشون میخندیم. تست 2، چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل میکنند. به طول معمول هیچگاه ممکن نیست رنا وسپاراز ژن رمز کننده رنای ناقل، رنا وسپاراز و رنا. فهمیدیم باید درباره چی بخونیم. برگردیم بریم سراغ تخته خودمون. خب من یه توضیح کلی درباره فرایندی که اصلا قراره توی گفتار اول یاد بگیریم بدم بهتون، بعد میریم مینویسیم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. ما شاید این مثال رو شنیده باشیم. ما توی بدنمون یه قسمت داریم مثل انبار اصلی یه آشپزخونه مهم میمونه، بهش میگیم هسته. توی این انبار اصلی آشپزخونه رسیپی، اون دستور پختای غذاهای مختلف اونجا قرار گرفته. اینا دستور پختای با ارزشی هستن، نباید دم دست باشن، یه جای خاص نگهش میدارن. وقتی قراره برنگ غذا بپزن، میان از روی این دستور پختی یه چیز مینویسن با خودشون میبرن بیرون. چرا؟ که اگه مثلا غذا ریخ روی این چیزی که نوشتن خراب شد، اصلا برامون مهم نباشه، ما دستور پخت اصلیه رو داریم. این اتفاقاتی که داره اینجا میفته همون رونویسی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما توی سلولامون یوکاریوتو دارم، یه هسته داریم. توی این هسته چی قرار گرفته؟ دی ان ای.
ما میدونیم برای اینکه یه سلولمون بتونه اون صفات مختلفش، پروتئیناش، قسمت‌های مختلفش بروز پیدا بکنه، قاعدتاً چه اتفاقی باید بیفته؟ باید از این دستورات هسته استفاده بکنیم. دستورات دنای هسته استفاده بکنیم. دستورات ژنای دنای هسته استفاده بکنیم. خب این دستورات رو نمیتونیم به دی ان ای بگیم تو بیا توی سیتوپلاسم کارا رو انجام بده. چرا؟ چون تو سیتوپلاسم کلی ماده است که ممکنه دی ان ای رو تخریب بکنه. کلی ماده است که ممکنه آسیب بزنه. دی ان ای برامون مهمه. میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم تو بیا از اون یه چیز میسازیم، اون رو میبریم بیرون که اگه اون آسیب دید ما تو رو داشته باشیم، دی ان ای مون سر جاش باشه، آسیبی بهش نرسه، ما بتونیم بعدا ازش استفاده بکنیم. اون چیزی که از روش قراره بسازیم بهش میگیم آر ان ای. به این کاری که قراره انجام بدیم، یعنی از روی دی ان ای یه چیزی ساختن که حالا تا حدودی شبیه دی ان ای، بهش میگن رونویسی. دی ان ای رو میذاریم، از روش مینویسیم. عبارتش هم همین. خب بیایم چند تا چیزو بررسی بکنیم. اصلا قبل از اینکه بریم سراغ خود رونویسی، بعد چند تا چیزو بررسی بکنیم. یک، ژن‌های هسته‌ای ما چیا رو میتونن بسازن؟ ژن‌های هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی یک، دارم درباره یوکاریوت صحبت میکنم. دو، ژنی که دارم میگم تو هسته است، تو میتوکندری و کلروپلاست و اینا نیست. ژن‌های هسته‌ای ما در نهایت سه تا چیز میتونن برامون، بهتر بگم در ابتدا میتونن سه تا چیز برامون تولید بکنن. از روی همه ژنا چی ساخته میشه؟ رنا یا آر ان ای ساخته میشه. ولی این رناها انواع مختلف دارن، تو درس یک یه مقداریشو خوندید. عمل کرده اصلیشو میمونه برای این درس. رناها حالات مختلف دارن. یکی از اون رناها ممکنه آر ان ای باشه. بهش چی میگیم؟ میگیم رنای ریبوزومی. رنای ریبوزومی. یکی دیگه شون ممکنه چی باشه؟ mRNA باشه. به این چی میگیم؟ میگیم رنای پیک. و یکی دیگه شون میتونه tRNA باشه. بهش میگیم رنای ناقل. اوکیه؟ این اولشون هم از روی عباراتی که حالا جلوش نوشتیم استدلال کردن. مثلا ترانسفر و اینا برای انتقال میاد، ام میل و اینا احتمالاً میخوره. جابجا کردن اینا مهم نیست حالا. mRNA، tRNA، rRNA. آیا انواع دیگه رنا داریم؟ بله. ولی اینجا فعلا محل بحثمون نیست. این سنورنا رنای اصلیه. تو این دست کامل با عملکردشون آشنا میشیم. الان میخوایم درباره ساختشون ببینیم که چطوری ساخته میشن. برای اینکه ما از این ژنا به این رناها برسیم، عملی که اینجا داره انجام میشه این وسط چیه؟ رونویسی. فقط من یه نکته اینجا نگه دارم. خب ما یه ژن اومدیم رونویسی کردیم. حاصلش یا میشه رنای رناتنی یا میشه رنای ریبوزومی، هم رناتنی یا رنای پیک یا رنای ناقل. بعدش چی؟ رنای ناقل میره یه کار انجام میده، رنای ریبوزومی میره یه کار انجام میده، رنای پیک یه قدم هم میاد جلوتر، تبدیل میشه به پروتئین. خودش تبدیل نمیشه، دستور اصلیه که گفتم از اون اتاق آشپزی انبار داریم میاریم بیرون، اون همون رنای پیک. بقیهشون یه ذره با اون مثالی که زدم فرق داره، ولی رنای پیک دقیقاً همونه. یعنی اصلا ما میخوایم پروتئین بسازیم، اونی که اون کدای پروتئین ساختنمون رو داره این رنای پیکه، که برای اینکه رنای پیک از روش پروتئین ساخته بشه یه عمل داریم به اسم عمل ترجمه. رونویسی یا قراره تو گفتار یک یاد بگیریم، ترجمه میره برای گفتار دو. پس چی؟ محصول نهایی ژن‌ها دو دسته مختلف داره. محصول نهایی ژن‌ها یا رنای یا پروتئینه. اگر رنای رناتنی ساخته بشه محصول نهایی ژنمون همونه، اگر رنای ناقل ساخته بشه روی یه ژن محصول نهایی اون ژنمون همینه، ولی اگر رنای پیک ساخته بشه از روی یه ژن اون محصول نهایی ژن نیست، محصول نهاییمون میشه پروتئین. اوکیه؟ این است. حالا ما برای اینکه این عمل رونویسی رو انجام بدیم، مثل همانندسازی، تو همانندسازی دیدیم هلیکاز بود، دنابسپاز بود، آنزیم می‌خوایم دیگه، یه تعدادی جزء می‌خوایم که بیان این کارهای ما رو انجام بدن. اون اجزایی که نیاز داریم برای اینکه کارمون رو انجام بدن توی همانندسازی اسمشون چی بود؟ مثلا هلیکاز بود، مثلا دنا بسپاراز بود، دی ان ای پلیمراز بود. اینجا بهشون میگیم آر ان ای پلیمراز یا رنا بسپاراز. خب این آر ان ای پلیمراز یا رنا بسپارازا چند تا چیزو باید دربارشون بدونیم. رنا بسپاراز، مسئله اولی که کتاب اشاره میکنه که این یه دونه مثلا ماده نی، یه جزء نیست، حالا من نمیخوام اسمشو بگم، یه چیز نیست، انواع مختلفی داره، به همه شون ما هم میگیم رنا بسپاراز. مسئله دوم این که هی من میگم جزء، چیز، اینا این چی هستن، جنسش چیه؟ رنا بسپارازا مسئله اولی که دربارشون وجود داره اینه که پروتئینی هستند. یعنی چی؟ یعنی زیرواحدشون چیه؟ آمینو اسیده. یعنی چی میسازتشون؟ ریبوزوم میسازتشون. میدونیم دیگه اینا اطلاعات دهمه.
مسئله دومی که دربارشون وجود داره، انواعشون زیاده، یه نوع نیست، یه دونه پروتئین نیست ما بهش بگیم رنوبسپاراز، یه تعداد زیادی پروتئینا به همش رو هم میگیم رنوبسپاراز. مسئله سوم، نامگذاری. رنوبسپارازا نامگذاریش ممکنه برای بچه یه ذره دردسر ساز بشه. چرا؟ این رنوبسپارازا قراره برامون چی تولید بکنن؟ چون کار رونویسی قراره انجام بدن برامون، قراره چی تولید بکنن؟ RNA دیگه، اون ترجمه بود که پروتئین میساخت. قراره در مرحله اول برامون RNA تولید بکنن. رنوبسپارازا نامگذاریشون دو حالت داره. یعنی چی؟ یا در پروکاریوت، که خیلی راحت کارمون، رنوبسپارازی که در پروکاریوت وجود داره رو چی بهش میگیم؟ میگیم رنوبسپاراز پروکاریوتی، همین اسمش شد همین. یا در یوکاریوته، اگه تو یوکاریوت باشه دوباره دو حالت داره. حالتاش چی هن؟ در هسته داره فعالیت میکنه یا نه در سیتوپلاسم داره فعالیت میکنه. رنوبسپاراز کجای سیتوپلاسم ممکنه فعالیت بکنه؟ میتوکندری مثلا، مثلا کلورو پلاس، جایی که دی ان ای داریم دیگه. و اینه جایی که دی ان ای نداشته باشیم رنوبسپاراز به چه دردمون میخوره؟ این قرار رو رونویسی بکنه. پس این توی یوکاریوتا یا در هسته است یا در سیتوپلاسم. اگه تو هسته باشه، پایینو بگم اول، اگه تو میتوکندری و سیتوپلاسم باشه چی؟ چیزی خیلی بهش نمیگن، ساختارش خیلی مشابه این رنوبسپاراز پروکاریوتی مونه. مثلا بهش میگن رنوبسپاراز شبه پروکاریوتی، رنوبسپاراز موجود در میتوکندری. خیلی از این سوال نمیبینید. اگه توی هسته باشه ولی سه تا حالت مختلف داره. اگه برامون RRNA بسازه دیگه ادامه‌ش رو نمی‌نویسم، بهش میگن رنوبسپاراز نوع 1. اگه برامون mRNA بسازه بهش میگن رنوبسپاراز نوع 2. و اگه برامون tRNA بسازه بهش میگن رنوبسپاراز نوع 3. پس نامگذاری اینجوری شد. یا داریم تو پروکاریوت صحبت میکنیم میگیم رنوبسپاراز پروکاریوتی، یا داریم تو یوکاریوت سیتوپلاست صحبت میکنیم میگیم شبه یوکاری، میگیم شبه پروکاریوتی، میگیم مثلا سیتوپلاست، مهم نیست. یا داریم تو هسته صحبت میکنیم که بسته به چیزی که اینجا با هم بررسی کردیم میسازه. اگه RRNA یا رنای ریبوزومی یا رنای رناتنی بسازه نوع 1، اگه mRNA یا رنای پیک بسازه میشه نوع 2، اگه tRNA یا رنای ناقل بسازه میشه نوع 3. پس اگر توی تستی دیدید گفت در سلولی رنوبسپاراز نوع 2، همینجا مکس میکنی میگی اون سلول من قطعا یوکاریوت، قطعا هم هسته داره. مثلا درباره گلبول قرمز اصلا نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ چون هسته نداره، رنوبسپاراز نداره طبعا. اوکیه این تا اینجا. بریم یه قدم جلوتر. خب ما اینجا اومدیم یه چیزی رو دیدیم، دیدیم رنای پیک در نهایت از روش چی ساخته میشه؟ پروتئین. یه ذره اینجا میخوام قضیه مرغ و تخم مرغ ایجاد بکنم، ببینیم کدومشون اول. گفتیم خود رنوبسپاراز چیه؟ پروتئینی. آها خب بیاید اینجا، من یه ژنی دارم، این ژن من میخواد در نهایت برای من چی بسازه؟ رنوبسپاراز بسازه. رنوبسپاراز چیه؟ نوعی پروتئینه. از روی این ژن من رنوبسپاراز چی هم میخواد بسازه؟ نوع 2. اینا این ژن من قراره در نهایت برای من پروتئین بسازه، قراره از روش یه mRNA ساخته بشه، درسته؟ اینها، این ژن من تبدیل میشه به mRNA. این mRNA طی یه فرایندی به اسم فرایند ترجمه میاد از روش رنوبسپاراز نوع 2 که نوعی پروتئینه ساخته میشه. اینجا ترجمه، اینجا چی داشتیم؟ رونویسی رو داریم. یه سوال، کی از روی این رونویسی میکنه؟ داریم درباره نوع 2 صحبت میکنیم ها، یعنی توی یوکاریوتیم. نگید رنوبسپاراز پروکاریوتی، بله اونم میتونه باشه، ولی الان توی یوکاریوت داریم حرف میزنیم. اون ژنی که قراره در نهایت تبدیل بشه به پروتئین و قراره از روش mRNA ساخته بشه رو چی از روش نیاز رونویسی انجام میده؟ رنوبسپاراز نوع 2. ای چی میخواستیم بسازیم؟ رنوبسپاراز نوع 2. چی اومد رونویسی انجام داد؟ رنوبسپاراز نوع 2. اوکیه؟ یعنی رنوبسپاراز نوع 2 از روی ژن ساخته خودش رونویسی انجام میده. سوال، اگه من اینجا می نوشتم رنوبسپاراز نوع 3 چی؟ اون موقع هم رنوبسپاراز نوع 3 می رفت رو نمیسون میکرد؟ نه، رنوبسپاراز نوع 3 چیه؟ نوعی پروتئینه. برای ساخته شدنش چی میخوایم؟ mRNA میخوایم. mRNA ته چی تولید میشه؟ رونویسی. رونویسیه یه چیزی که قراره پروتئین بشه توسط کی انجام میشه؟ رنوبسپاراز نوع 2. پس رنوبسپاراز نوع 2 از روی ژن ساخته همه انواع رنوبسپاراز ها میتونه رونویسی انجام بده، اگه پروکاریوتی نباشه البته ها، چون دیگه داریم توی هسته و یوکاریوت صحبت میکنیم، کاری با اون نداره. اوکیه؟ پس چی شد؟ یه بار دیگه از اول بگم اگه قاطی کردید بدونید. چون رنوبسپاراز ها نوعی پروتئینن، برای ساختشون نیاز به mRNA داریم، چون mRNA باید بیا ترجمه بشه.
ساخته شدن امارنه همیشه به واسطه رناواسپاراز نوع 2 انجام میشه. یعنی رناواسپاراز نوع 2 میتونه از روی ژن ساخت رناواسپاراز نوع 1 خودش و رناواسپاراز نوع 3 رونویسی بکنه. حله، چون خودش یه پروتئین به حساب میاد. این از این. این مطلب رو تا اینجا داشته باشید. من یه نکته هم درباره رناواسپاراز پروکاریوتی بگم و بریم بعدی. رناواسپارازا گفتیم که بعدی بود. اگه پروکاریوت داشته باشیم یه نوع رناواسپاراز توشون می‌بینیم. سوال، آیا mRNA، rRNA، tRNA توی پروکاریوت‌ها دیده میشه؟ بله. یعنی mRNA، rRNA، tRNA فقط مخصوص یوکاریوت نیست، توی پروکاریوت هم دیده میشه. سوال، چی اونا رو می‌سازه؟ آها، این رناواسپاراز پروکاریوتیه توانایی ساختن همه انواع رنا را دارد. نقطه. یعنی اگه توی پروکاریوت باشیم یه رناواسپاراز میاد همه انواع رناهامونو میسازه، ولی توی یوکاریوت باشیم اینجوری نیست، دیگه بستگی داره. اگه باز توی میتوکندری باشیم یه همچین اتفاقی میفته، یعنی اون رناواسپارازی که توی میتوکندری داره فعالیت میکنه همه انواع رناهای میتوکندری رو میتونه بسازه، ولی اونی که داره توی هسته فعالیت میکنه میگه بذار ببینم، اگه آرآرانی بخوای نوع 1 رو میفرستم، ام آر ان ای بخوای نوع 2، تی آر ان ای بخوای نوع 3 رو میفرستم برات که بیاد رو نویسی تو انجام بده. اوکیه، برگردیم بریم سراغ متن کتاب. متن کتاب هم با هم بخونیم و بریم سراغ تستمون. خب رو نویسی یه ذره من اینجا رو رد میشم، یه ذره من این قسمت رو رد میشم. آنزیم های ویژه رو نویسی را تصمیم کنیم، اول اینو میخونیم و برمیگردیم اونم میخونیم. دریافته انواعی از رنا ساخته میشود. عمل رو نویسی از رنا به کمک آنزیم ها انجام میشود. این آنزیم ها را تحت عنوان کلی رناواسپاراز نام کنیم. میگه تحت عنوان کلی یعنی چند تا آنزیم، ما یه اسم کلی میدیم میگیم رناواسپاراز ها. حالا در پروکاریوت ها یک نوع رناواسپاراز وظیفه ساخت انواع، یعنی همه انواع رنا رو یه نوع رناواسپاراز میسازه، اسمش چیه؟ پروکاریوتی. در یوکاریوت ها انواعی از رناواسپاراز ساخت رناهای مختلف را انجام میدن، مثلا رنای پی توسط نوع 2، رنای ناقل توسط نوع 3 و رنای رناتنی توسط نوع 1 رناواسپاراز ساخته میشن. اوکیه، این چیزی هم که داره درباره یوکاریوت ها میگه اینها، اینجایی که نوشته در یوکاریوت ها تا این آخر، منظورش هسته توی یوکاریوت هاست. اگر یه ژنی داشتی که توی میتوکندری بود اون رناواسپاراز خاص خودشو داره که دوباره میتونه همه ی رناها رو تولید بکنه. برگردیم بریم سراغ تستمون، دوباره میایم سراغ متن کتاب بعدش. چند مورد از موارد زیر عبارات زیرا به درستی تکمیل میکنه. به طور معمول هیچگاه ممکن نیست الف رناواسپاراز نوع 2 انتخاب نکردم، رناواسپاراز نوع 2 روی ژن ساخت خودش رو نویسی بکنند. خب این غلطه دیگه، چون گفته ممکن نیست. یه همچین مسئله گفتیم ممکن است. گفتیم رناواسپاراز نوع 2 چیه؟ پروتئینه. برای ساخته شدن پروتئین چی می‌خوایم؟ ام آر ان ای می‌خوایم. ام آر ان ای چی میومد میساختش توی یوکاریوت‌ها توی هسته؟ رناواسپاراز نوع 2. حالا اول مرغ بوده یا تخم مرغ، این دیگه معلوم نیست. به طور معمول هیچگاه ممکن نیست یک ژن توسط دو نوع رناواسپاراز رو نویسی شود. به نظرتون هست یا چه اتفاقی ممکنه یا ممکن نیست؟ ببینید، بیاید بررسی بکنیم. یا ژنی که داریم، بیاید همین پایین می‌نویسم براتون دیگه نمی‌دونم. یا ژنی که داریم توی پروکاریوت، یعنی توی باکتری. خب چی روش رو نویسی می‌کنه؟ رناواسپاراز پروکاریوت. پس یه نوش. یا توی یوکاریوت، اگه توی یوکاریوت باشه یا توی سیتوپلاسم، چی از روش رو نویسی میکنه؟ رناواسپاراز سیتوپلاسمی، شبه پروکاریوتی. پس این هم یه نوشه. اگه توی هسته باشه، این ژن در نهایت یا قراره برامون آرآرانی بسازه، یا قراره برامون امآرانی بسازه، یا قراره برامون تیآرانی بسازه. اگه آرآرانی بسازه نوع 1، امآرانی 2، تیآرانی 3 و هر کدوم از اینا هم یه رناواسپاراز خاص خودشونو داره. یعنی اصلا امکان نداره تو یه بار یه ژن داشته باشی رناواسپاراز نوع 1 از روش رو نویسی بکنه، دفعه بعدی همون ژن رو رناواسپاراز نوع 3 بیاد رو نویسی بکنه. چرا؟ چون ژنات مشخصه قراره تهش چی تولید بکنن. اگه ژن تو پروکاریوت باشه که کلا یه دونه داری، تو سیتوپلاسم یوکاریوت هم باشه که کلا یه دونه داری، هیچی، تمام. اگه توی هسته هم باشه، به هر حال اون ژن یا قراره آرآرانی یا امآرانی یا تیآرانی بسازه دیگه. پس یا نوع 1 رو نویسی می‌کنه، یا نوع 2، یا نوع 3. تمام. یعنی چی؟ یعنی به طور معمول هیچ کار ممکن نیست یه ژن توسط دو نوع رناواسپاراز رو نویسی بشه. این کاملا صحیحه. همیشه یه ژن توسط یه نوع رناواسپاراز داره رو نویسی میشه. همیشه. جیم، به طور معمول هیچ کار ممکن نیست ژن رمز کننده رنای ناقل تیارنه توسط رناواسپاراز پروکاریوتی رو نویسی شود. چرا ممکن نیست؟ من گفتم پروکاریوت ها هم رنای ناقل دارن.
چی میاد رو نویسیشون انجام میده برای اون ژن؟ رنوباسفاراز پروکاریوتی انجام میده. اینجا گفتم ممکن نیست، غلطه، کاملا ممکنه. چون گفتیم رنوباسفاراز پروکاریوتی هر سه نوع رنا و اصلا بقیه انواع رناهای پروکاریوتا که اصلا اسمشون هنوز نمیدونیمو میتونه رو نویسیشون انجام بده. و اما مورد آخر، به طور معمول هیچگاه ممکن نیست رنوباسفاراز و رنا از واحدهای ساختاری مشابهی ساخته شده باشن. این دیگه درسته. چرا؟ چون الان میخوام به توضیح بدم. فقط یه دقیقه صبر کن. چند تا گزینه درست داشتیم؟ دوتا. بیا سراغ تخته. ما گفتیم که رنوباسفاراز چیه؟ گفتیم رنوباسفاراز نوعی پروتئینه. بذار من بنویسم. رنوباسفاراز چیه؟ نوعی پروتئینه. واحدهای ساختاریش گفتیم چیه؟ آمینو اسید. رنا چیه؟ نوعی نوکلئیک اسید. واحدهای ساختاری نوکلئیک اسید چیه؟ اونور آمین اسید داشتیم برای رنوباسفاراز، اینجا چی داریم؟ نوکلئوتید داریم. همین مسئله رو درباره دنا و دنوباسفاراز هم دوباره میتونیم بنویسیم. دنوباسفاراز چیه؟ نوعی پروتئینه. واحدهای سازنده آمینو اسید. دنا خودش چیه؟ نوعی نوکلئیک اسیده. واحدهای سازنده نوکلئوتید. حله. دقیق‌تر میشه اینو بنویسیم؟ مثلا نوکلئوتید خالی نمیچسبه به آدم. دقیق‌تر بنویسیم. رنا نوکلئوتیداش به صورت دقیق چه ویژگی دارن؟ قندشون ریبوزه، یعنی ریبو نوکلئوتیدن. اینجوری بنویسیم بهتره. نوکلئوتید خالی کامل اطلاعاتو به ما نداد. خب رنوباسفاراز نوعی پروتئین آمینو اسیدیه. ته چه فرآیندی به وجود میاد؟ ترجمه. رنا نوکلئیک اسید نوکلئوتیدیه، ریبو نوکلئوتیدیه مونومراش. ته چه فرآیندی به وجود میاد؟ رونویسی. رونویسی رو کی برامون انجام میده؟ رنوباسفاراز داره برامون انجام میده. ترجمه رو کی برامون انجام میده؟ رنا تنها برامون انجام میدن، یا ریبوزوم ها. دیگه هر مقایسه ای بخوان بین این دوتا انجام بدن شما کامل میتونید جواب بدید. برگردیم بریم سراغ تستامون. خب تست شماره 3 دیگه رسیدیم به فرایند رونویسی. لازمه که اول متن کتاب رو دقیق دقیق با هم توی رونویسی بررسی بکنیم، توضیحات رونویسی رو بهتون بدم، بعد برگردیم تست رو با هم حل بکنیم. خب برگردیم اون قسمت هایی از متن رو که پریدیم بخونیم، هر جا هم توضیح نیاز داره توضیحات رو بگیم و بریم جلو. در فصل گذشته دیدید که واحد سازنده مولکول درا نوکلئوتید است. خب میشه اینو دوباره دقیقش رو به من بگی؟ چی نوکلئوتیده؟ دئوکسی ریبو نوکلئوتیده. برای رنا ریبو نوکلئوتید بود، برای دنا دئوکسی ریبو نوکلئوتیده. یعنی ما یه ذره زرنگیم، داریم نوع قندش هم اینجا میگیم، گرچه نوکلئوتید هم بگن خالی درسته. ولی پلی پپتیدها از آمینو اسید تشکیل شدن. چون دستورالعمل ساخت پلی پپتیدها در مولکول دنا قرار دارد، پس باید بین نوکلئوتیدهای ژن و آمینو اسیدهای پلی پپتید ارتباطی وجود داشته باشد. اون ارتباط چیه؟ ام آر ان ای. دنا چگونه نوع آمینو اسیدهای پلی پپتید را تعیین می‌کنه؟ این مطلب مهمه، سوال مستقیم ازش نمی‌بینید، برای درک به دردتون می‌خوره. ولی آموختید که در مولکول دنا 4 نوع نوکلئوتید وجود داره. برگردیم اینها. ما توی دنا 4 نوع نوکلئوتید داشتیم. میشه به من بگید چیا؟ آدنین نه، نوکلئوتید آدنین دار. سیتوزین نه، نوکلئوتید سیتوزین دار. آدنین و سیتوزین و اینا چی هن؟ اینا خودشون باز عالی هن. ما نوکلئوتید آدنین دار داریم، نوکلئوتید سیتوزین دار داریم. تیمین و گوانین که تیمین و آدنین با هم مکمل بودن، پیوند هیدروژنی میدادن نوکلئوتید هاشون. دوباره دارم میگم سیتوزین و گوانین نوکلئوتید هاشون میتونستن با هم پیوند هیدروژنی بدن و مکمل بودن. توی یه دنا هم آدنین با تیمین برابر بود، سیتوزین با گوانین در یک مولکول دنا. اگه میگفت در یک رشته غلط میگرفتیم. چرا دیگه؟ این تدریس درس یک. خب ما قراره که از روی اینا ببینید بخش عملکردی بدن ما و سلول های ما چیه؟ پروتئینان دیگه. اصلا وجود داشتن اینا به خاطر اینه که ما قراره از روی اینا پروتئین بسازیم. اصلا آرارنه یا تیارنه برای چی دارن تولید میشن؟ که در فرآیند ساخت پروتئینه کمکمون بکنن. امارنه هم که اون دستور مستقیم ساخت پروتئینه. پس اصلا کل ژن‌های ما برای این قرار گرفتن که در نهایت یه پروتئینی وجود داشته باشه. خب ما میدونیم پروتئین ها در ساختارشون آمینو اسید به کار رفته. آمینو اسید ها چند تا وجود دارن؟ اگه بگید 20 تا اشتباه کردید. تعداد آمینو اسید ها چند تاست؟ خیلی زیاد. نمیدونیم چند تا. تعداد آمینو اسید ها زیاده. ولی اگه بهتون میگم آمینو اسید های در پروتئین
اونایی که میتونن تو ساختار پروتئین شرکت بکنن چند تان، اون موقع به من میگید حد اکثر 20 تان. پس چی شد؟ تعداد کل آمینو اسیدها خیلی زیاده. این گفتار 3 درس قبلتونه ها، این که من دارم تون تون میگم رد میشم، برای اینه که من حدسم اینه که شماها اینو بلدید کامل. آمینو اسیدها تعدادشون خیلی زیاده، ولی آمینو اسیدهایی که در ساختار پروتئین ها شرکت میکنن فقط 20 تان. خب من 4 واحد رمزگذاری دارم، میخوام ریاضی بهتون درس بدم. خب اگه من بیام بگم این آمینو اسیدها رو هر کدومو با یه دونه از اینا میخوام رمز بکنم، چند تا آمینو اسید میتونم رمز بکنم؟ اینجا یا آدنین قرار میگیره یا تیمین، نوکلئوتید تیمین دار، نوکلئوتید آدنین دار، نوکلئوتید سیتوزین دار یا نوکلئوتید گوانین دار. چند تا میشه؟ 4 تا. به دردم نمیخوره، من 20 تا آمینو اسید میخوام رمز بکنم، 4 تا الان دارم. میام میگم خب با دو تا اینا، این جایگشت و ایناست دیگه، احتمال ترکیبیاتی که توی ریاضی میخونید همینه. توی دومیه چی؟ میگم دوباره تو دومیه تکرار مجازیم دیگه. آدنین میتونه باشه، تیمین، سیتوزین، گوانین، نوکلئوتید هایی که اینا رو دارن میتونن باشن. خب اینجا چند تا میشه؟ 4 تا. چند تا آمینو اسید تونستن رمز بکنم؟ 4 ضرب در 4 16 تا. به دردم نمیخوره، 4 تا کم آوردم. میگم یه دونه دیگه هم اضافه میکنم. دوباره اینجا هم نوکلئوتید آدنین دار، هم تیمین دار، هم سیتوزین دار، هم گوانین دار رو میتونم اضافه بکنم. دوباره یه 4 دیگه اینجا دارم، ضرب اینا میشه 64. 64 20 پوشش میده. خوبه، بسه. چرا نمیگم یه ضربه دیگه بزن، یه 4 دیگه ضرب کن؟ چون بدنمون میخواد بهینه باشه دیگه. وقتی با 3 واحد رمزگذاری میتونم آمینو اسیدامو رمز بکنم، دیگه برای چی 4 واحد رمزگذاری بکنم؟ به دردم نمیخوره، رو همین سه تا اکتفا میکنم. ولی اینجا یه اتفاق میفته. چیه؟ ما تعداد آمینو اسیدایی که رمز براشون میخواستیم 20 تا بود، ولی الان 64 تا رمز پیدا کردیم. این چی رو به من نشون میده؟ نشون میده که اغلب آمینو اسیدها بیش از یک رمز برای بیان شدن، حالا بیان شدن بهتره ننویسیم چون بیانو برای جن میگم، برای ساخته شدن دارند. یعنی چی؟ مثلا اگه آدنین 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 بغل هم قرار بگیره، ما آمینو اسید مثلا الفو میسازیم. آمینو اسید الف اگه تیمین آدنین تیمین قرار بگیره هم ساخته میشه، یعنی آمینو اسید الف دو تا رمز داره. آمینو اسید ب اگه آدنین آدنین تیمین باشه ساخته میشه. آمینو اسید ب اگه تیمین تیمین مثلا سیتوزین باشه یا گوانین باشه ساخته میشه. یه حالت دیگه، دوباره مثلا آدنین گوانین سیتوزین این باشه، دوباره ب ساخته میشه. یعنی چی؟ یعنی چون تعداد آمینو اسیدامون کمتر از تعداد رمزامونه، بعضی از آمینو اسیدا بیش از یه رمز دارن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون خب می‌خواستیم بهینه باشه، 64 تا رمز گیرمون اومد دیگه. حالا میریم جلوتر می‌خونیم، می‌بینیم این 64 تا هم همه‌شون رمز آمینو اسید نمیشن، سه تاشون تبدیل به رمز نمیشن، 61 باقی مونده تبدیل به رمز میشن، که حالا با این کار نداریم، میگم جلوتر. فقط یه مسئله اینم بگم، گفتم اغلب آمینو اسیدها بیش از یه رمز دارن و نگفتن همشون. چرا؟ چون ما ممکنه که آمینو اسیدی داشته باشیم که فقط یه رمز داره. اون آمینو اسید هم اسمش چیه؟ متیونینه. کجا میخونیم؟ گفتار دو. فقط الان اسمش رو شنیده باشید، متیونین فقط یه رمز داره، فقط یه دونه. یعنی دیگه نمیتونیم بگیم هم آ آ آ هم تی آ تی، دستمونو میذاریم روی میگیم مثلا فقط آ آ آ اینو میتونه رمز بکنه. اوکیه، مثلا تعداد رمزامون هم برامون جا افتاد. خب برگردیم سراغ متن. در حالی که پلی‌پپتیدها 20 آمینو اسید تشکیل شدن، پس از پژوهش‌های مشخص شد که هر توالی سه تا یا نوکلئوتیدهای درا بیانگر نوعی آمینو اسید است. بچه‌ها این جمله کتاب قطعاً غلطه. نه، اگه بگن هر توالی سه تا یا نوکلئوتیدهای درا بیانگر نوعی آمینو اسید است، چی میگیم؟ میگیم قطعاً اینها قطعاً غلط است. چرا؟ چون اینجا نوشته هر. ما همین الان بهتون گفتم سه تا رمز داریم که اصلا آمینو اسید نمی‌سازن، جدای توالی‌های دیگه‌ای از دنا که توی ژن قرار نگرفتن. پس این عبارتی که اینجا نوشته قطعاً غلطه. یه چیز کلی اومده بگه دیگه، حالا خیلی گیر نمیدیم به کتاب. اینو تو تست دیدید باید غلط بگیرید در حالت عادی دیگه، متاسفانه. ولی حالا ممکنه که طراحتون پایبند به بند به متن کتاب باشه دیگه، حالا خیلی نشون کارش کرد. ولی این جمله کتاب قطعاً غلطه، از نظر علمی، از نظر کتاب، همه نظر، یعنی بعداً هم خودشو رد میکنه کتاب. حواستون باشه. با 4 نوکلئوتید به کار رفته در دنا، 64 توالی سه نوکلئوتیدی مختلف ایجاد میشد که میتوانن رمز ساخت پلی پپتیدهای با 20 آمینو اسید را داشته باشن. به هر یک از این توالی های سه نوکلئوتیدی در دنا رمز میگوین. پس رمز کجاست؟ توی دناست. حله، بریم جلوتر.
نقش مولکول رنا به عنوان میانجی. میدانید که پلی‌پپتید ها بر اساس اطلاعات دنا و توسط رنا تنها در سیتوپلاسم ساخته میشوند. پروتئین ها کجا ساخته میشن؟ توی سیتوپلاسم. یعنی پروتئینی مثلا در هسته ساخته نمیشه. رویکرد این گفتار بیشتر درباره یوکاریوتاست. یعنی هر جا نگفتم یوکاریوتو میگم یا پروکاریوت، شما میتونید یوکاریوتو در نظر بگیرید. قاعدتاً رناها پروتئین ها در هسته ساخته نمیشن، چون توی هسته اصلا ما یه ریبوزوم کامل رو نمیتونیم ببینیم. برسیم جلوتر علتش هم بهتون میگم. در یاخته های دارای هسته، چون رنا تنها درون هسته حضور ندارن، البته اینجا یه پرانتز باید باز بکنیم، بگیم به طور کامل حضور ندارن، یعنی ساختار کامل ریبوزوم رو توی هسته نمیبینیم، ولی اجزای ریبوزوم رو تو هسته میبینیم. چرا؟ چون یه نوع رنا باهاش آشنا شدیم، بهش میگفتیم RRNA. این RRNA یا رنای ریبوزومی، رنای دیگه، تو ساختار ریبوزوم هم شرکت میکنه. کجا تولید شده؟ تو هسته. یعنی اجزای ریبوزوم رو تو هسته میبینیم، ولی ریبوزوم کامل رو تو هسته نمیتونیم ببینیم. فرآیند ساخت پلی‌پپتید در آن انجام نمی‌شود. با توجه به اینکه اطلاعات دنا برای ساخت پلی‌پپتید ضروری است، دنا هم از هسته خارج نمیشه در حالت عادی، مگر در تقسیم، که اونم باز هسته خارج نمیشه. توی تقسیم سلولی که توی 11 با هم خوندیم میدونیم پوشش هسته از بین میره که دنا در تماس با سیتوپلاسم قرار میگیره، ولی در حالت عادی هسته خارج نمیشه. این سوال پیش میاد که دستورات ساخت پلی‌پپتید چگونه به بیرون هسته منتقل می‌شود؟ پاسخ در مولکول رنا است. همونطور که دیدید انواعی از رنا در یاخته وجود دارند که در پروتئین سازی نقش دارند. بچه ها هم تی‌آر‌ان‌ای، هم آر‌آر‌ان‌ای، هم ام‌آر‌ان‌ای توی ساخت پروتئین نقش دارند. ام‌آر‌ان‌ای دستور مستقیم آورده، آر‌آر‌ان‌ای تی‌آر‌ان‌ای توی فرآیند ترجمه به همون کمک میکنن. برسیم میگم بهتون گفتار دو. این رناها از روی مولکول دنا ساخته میشن. به ساخته شدن مولکول رنا اینها از روی بخشی از یک رشته دنا رونویسی گفته میشود. آها، یعنی چی؟ یعنی رنا، این خیلی مهمه، از روی بخشی از یک رشته دنا ساخته میشه. یعنی چی؟ یعنی من دو تا رشته دی ان ای دارم توی یه ژن، از روی یکیشون فقط رونویسی انجام میشه، از روی اون یکی رونویسی انجام نمیشه. توی یه ژن، توی یه ژن دو رشته داریم به کل دی ان ای که دو تا رشتهش توی یه بخش قرار گرفته، مثلا میگیم ژن. این ژن دو تا رشته داره، از روی یکیشون رونویسی انجام میشه، از روی اون یکی رونویسی انجام نمیشه. حله. ولی حالا بریم جلوتر میخونیم، میگیم اون رشته ای که داره رونویسی میشه بین دو تا ژنی که کنار هم قرار گرفتن ممکنه فرق بکنه. مثلا تو ژن آ رشته پایینی رو رونویسی بکنیم، تو ژن بی که دقیقاً چسبیده به این ژن رشته بالایی رونویسی بشه. این دیگه دست خود بدن و ژن و سلولاست. بریم جلوتر. این شکلی بود که باهاش درگیر بودیم، توی سوالمون هم دیدیم. چند تا نکته مهم داره. مسئله اول، جهت حرکت کردنه. خب اینجا چی داریم میبینیم؟ رناباسپاراز رو داریم میبینیم دیگه. جهت رونویسی به این شکل فلشو، به این سمت فلشو کشیدین. یعنی چی؟ یعنی رناباسپاراز داره به سمت راست من حرکت میکنه. رنای رونویسی شده دیگه، کم کم داره جدا میشه. یعنی یه چیزایی داریم از رونویسی هم میفهمیم. پس قراره روی یکی از رشته‌های رنایی بسازیم. این رنایی که ساخته شده اول پیوند هیدروژنی داره با این رشته الگویه، بعد کم کم قراره پیوند هیدروژنیش کندش جدا شه. یه رشته الگو داریم، میخونیم جلوتر، به این رشته میگیم رشته رمزگذار. الان اسمشو شنیده باشید، بعدم برمیگردم میگم چیه. و از این سمت این رنای رونویسی شده، اینا این فلشه رو میبینید، از این سمت داره خارج میشه. پس جهت حرکت رنا باسپاراز برخلاف جهت خارج شدن رنای رونویسی شده است. اسامی مهمه، رشته الگو و رشته رمزگذار مهمن، کدوم چیان و جهت حرکتشون هم مهمه. خود اینم رناباسپارازی که میبینیم میتونه در تماس با دورشته اون ژن در حال رونویسیمون قرار بگیره. این نکات این شکل بود. بریم، میتونیم فکر کنم یه ذرم حتی بریم جلوتر. خب اینم ببینیم بعد. اساس رونویسی شبیه همانند سازیه. پس اساس رونویسی و همانند سازی یکیه. حالا مراحل رونویسی رو توی جلسه بعد بهتون توضیح بدم، کامل میفهمید چرا این شکلیه. در این فرآیند نیز با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره رنا قرار میگیرند و به هم متصل میشوند. برخلاف همانند سازی که در هر چرخه یاخته یک بار انجام میشود، من با این چرخه یاخته کار دارم. بی زحمت حواستون باشه، چرخه یاخته ای عبارتیه که فقط برای یوکاریوت ها استفاده میشه. آها، یعنی پروکاریوت ها چرخه یاخته ای ندارن. G1S, G2, نمیدونم میتوز، اینا همشون برای یوکاریوت هاست. اینا اصلا تو پروکاریوت نیست. یه گریزی کردیم به درس 6 11.
همانندسازی یه بار توی یه چرخه یاخته این انجام میشه. تو کدوم مرحله؟ در مرحله S انجام میشه همانندسازی. همانندسازی با تقسیم فرق داره. رونویسی یه جمع میتونه در هر چرخه بارها انجام بشه. در اصل رونویسی قاعده خاصی نداره. رونویسی رو توی یه یوکاریوت ما هم توی G1 میبینیم، هم توی S میبینیم، هم توی G2 میبینیم، هم توی تقسیم میبینیم حتی. یعنی تو همه این مراحل یه چرخه یاخته ممکنه رونویسی انجام بشه. حالا ممکنه هم نشه. ما دیگه با اون کار نداریم. ولی قابلیت انجام شدن رونویسی در همه مراحل چرخه یاخته وجود داره حتما. ولی همانندسازی اگر در هسته باشه فقط در S دیده میشه. اگر توی میتوکندری باشه همانندسازی دنای میتوکندری در بقیه مراحل هم میتونه انجام بشه. یعنی الان میگیم G1 S G2 تقسیم همانندسازی، بنویسم همانندسازی میتوکندری توی این مراحل دیده میشه، ولی همانندسازی دنای هسته فقط در مرحله S. اینم درباره دنای هسته داره صحبت میکنه که میگه در هر چرخه یاخته یه بار، این همانندسازی دنای هسته است. یعنی میتوکندری رو توی نوشتن این جمله طراح نویسنده کتاب در نظر نگرفته. و چندین رشته رنا ساخته شد. چرا؟ خب به خاطر این ما قراره هی پروتئین بسازیم، کار بکنیم، پروتئین بسازیم و اینا. طبیعیه که به تعداد رناهای زیاد نیاز داشته باشیم. بریم تستمون رو حل بکنیم و این جلسه رو با هم تموم بکنیم تا جلسه بعد. تست 3. شکل روبرو طرح ساده ای از فرآیند رونویسی را نشان میداد. با توجه به شکل کدام گزینه صحیح است؟ اگه عددا یه ذره ریزه براتون، من یه دقیقه بزرگ بکنم عددا رو ببینیم، بعد دوباره برگردیم روی تست خودمون. خب شماره 1 اینجا داره به ما چی نشون میده؟ رنا بسپاراز. شماره 2 داره رشته الگو رو نشون میده، رشته رمزگذار اون بالاییه بود. شماره 3 چی رو داره نشون میده؟ رنای ساخته شده رو داره بهمون نشون میده. حالا دوباره اینو کوچیک بکنیم بریم سراغ تستمون. تست شماره 3. 1. گزینه درست خواستیم. جهت حرکت مولکول شماره 1 یا 1 چی بود؟ رنا بسپاراز بود. همسو با محل جدا شدن مولکول شماره 3. مولکول شماره 3 چی بود؟ رنا بود. است. غلطه. چرا؟ رنا گفتیم از این ور داره جدا میشه. رنا بسپاراز داره اینوری حرکت میکنه. برخلاف هم دارن حرکت میکنن. برخلاف همن. هم جهت نیستن. 2. واحدهای تشکیل دهنده مولکول شماره 2. مولکول شماره 2 چیه اینها؟ رشته الگو. رشته الگو جزء چیه؟ جزء دناه. واحد سازندش چیان؟ نوکلئو. بعد نوشتم نوکلئوتیدن که حالا دقیق تر بگیم چیان؟ دئوکسیریبونوکلئوتید هستن. مولکول شماره 2 در مقایسه با مولکول شماره 3 که رناه تنها در نوع باز عالی تفاوت دارن. غلطه، چون نوشته تنها. بیایید اینجا من اینم بهتون بگم، نمیخوام زمان کلاس طولانی بشه خسته بشید، بریم سراغ استراحت. رنا ما میدونیم چه نوکلئوتیدهایی با باز عالی میتونه داشته باشه. آدنین داره، دیگه چی داره؟ سیتوزین داره، گوانین داره، یوراسیل داره به جای تیمین. دیگه چی؟ دنا چی؟ دنا آدنین و سیتوزین و گوانینش هست، ولی اینجا تیمین داره، یوراسیل نداره. یکی از تفاوت‌های نوکلئوتیدهای رنا و دنا با هم همین بازهای عالیه که در ساختارشون وجود دارن. ولی این تنها تفاوتشون نیست. یه تفاوت دیگه هم دارن. رنا قند ریبوز داره. دنا قند دئوکسی ریبوز داره. یعنی چی؟ یعنی من اگه یه نوکلئوتید آدنین دار اینها، اینجا من یه دی ان ای دارم، یه نوکلئوتید آدنین دار توش پیدا میکنم، بغلش یه آر ان ای دارم، تو اینم یه نوکلئوتید آدنین دار پیدا میکنم، تو جفتشون آدنین هست دیگه، این دوتا رو بذارم بغل هم، اینا با هم شبیه نیستن. چرا؟ چون در هر حال قندشون فرق داره. طبیعیه که اینها، برگردیم، تنها تفاوت نوکلئوتیدی که دنا رو ساخته با نوکلئوتیدی که رنا رو ساخته باز عالی نیست. علت غلط شدنش همین تنهاییه که اینجا نوشته. مورد 3. اساس تشکیل ساختارهای شماره 2 و 3 متفاوت است. 2 و 3 چی هن؟ رنا و دنا. خوندیم اساس رونویسی و همانندسازی با هم مشابه متفاوت نیست، پس اینم غلط. و اما مورد آخر. مولکول شماره 1 میتواند در شکستن دو نوع پیوند نقش داشته باشد. چون 3 تا گزینه رو رد کردیم، قاعدتا جواب میشه گزینه 4. حالا چرا رنا بسپاراز میتونه دو تا پیوند رو بشکنه؟ میشه توضیح فرایند رونویسی که توی جلسه بعدی 10 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. تا جلسه بعد یه استراحت بکنید، یه آبی چیزی بخورید، برگردید، خیلی سریع برمیگردیم خدمتتون.